نه ترس کوچولو، کاریت ندارم، فقط خواستم باهات شوخی کنم کوچولو. خیلی باحال بود. دیدی تندر، اونم مثل لاکی تو ترسید رفت تو لاکش. اما تو هم اصلا کار خوبی نکردی که اونو ترسوندی. گرجم اون لاک نداره، بلکه صدف؟ بله صدف. ممنون تندر جان، بله اون صدف داره. تازه این کجاش خندی داره؟ خب هر حیوانی در مواقع خطر روش دفاعی خودشو داره، مثل تو و تندر که با سرعت زیادتون خودتون رو نجات میدین. حیوانایی مثل من و این حلزونم که سرعت کمتری دارن تو لاک و صدف، بله تو لاک و صدفمون پنهان میشیم. خب اگه حیوانی نه سرعت زیادی داشته باشی، نه لاک و صدف محکم، اون وقت چی میشه؟ خب حتما اونا هم روش خاص خودشونو دارن، مثل تشیه که از تیغای پشتشون برای دفاع و دوری از خطر استفاده میکنن. درسته، گل گفتی. عجب. ها؟ چه با مزه است. سلام، من لاکی هستم. اینا هم دوستای من تندر و تندک هستن. ما از راه دوری به اینجا اومدیم. این دیگه چه جونه بری؟ مثل اینکه حرفم نمیزنی. خب همه که مثل هم نیستن. اینم اون یه مارمولکه. قبلا یک شیره دیده بودم. ببینم کوچولو، تو اسم داری؟ فکر کنم اسمش چسبیده رو سنگ باشه. نه بابا، آخه اینم شد اسم. آقا همش روی سنگ میچسبه. اون میخواد بگه که به همه جا میچسبه. پس حتما اسمش چسبه. یعنی تو این منی؟ فهمیدم، اسمت چسبکه، درسته؟ منم خوب تونستم بفهمم که چی میگه ها. اینو باش، نایمده میخواد جوی مارم بگیره. حالا نمیخواد حسودی کنی؟ کار خوبی نیست ها. چسبک جان عزیزم، میتونی به ما نشون بدی که کجا میتونیم آب پیدا کنیم؟ چه زودم خودمونی شد. حالا بهتره زودتر را بیافتیم که من خیلی تشنم. آخه حیوان به این کوچیکی و نرمی چجوری میتونه از خودش دفاع کنه؟ نه لاک داره نه تیر، سرعتش هم که فکر نکنم زیاد باشه. نمیدونم، ولی حتما اونم یه راهی برای دفاع از خودش داره دیگه، مگه نه چسبک؟ نه لاک داره نه تیر نه سرعت نه سم. حتما اون سمیه. مواظب باش تندر، الان نیشت میزنه ها. این نوع از مارمولک ها به هیچ وجه سمی نیستن و هیچ خطری هم ندارن. نیستم. ای بابا. نگاه کن تندر، اون گیاه دارویی توه. چه خوب، دیگه داشتم احساس ضعف میکردم. زودتر بریم برگاشو بچینیم. این چرا اینجوری میکنه؟ نگران نباش چسبک، اون نمیخوایم به اون گیاه آسیب برسونیم، فقط از برگاش برای درمان بیماری تندر استفاده میکنیم. آخه یه عقرب سیاه تندر رو نیش زده و حالا باید هر چند وقت یک بار از برگای اون گیاه استفاده کنه تا کاملا خوب بشه. آخه چرا نمیذاری جلو بریم؟ نه خیلی اینجوری نمیشه.
الان خودم برگاشو برات میچینم تندر. دیدیم به همین سادگی این چسبکم فقط بی خودی شلوغش میکنه. چی شده؟ چرا اینطوری نگاه میکنی؟ خوبی تندک؟ نزدیک بود منو بخوره. حالا که اتفاقی نیفتاده لازم نیست اینقدر ناراحت باشی. پس برای همین بود که چسبک نمیخواست به بوته نزدیک بشی. ولی ما برای تندر به اون گیاه احتیاج داریم. ممکنه تا فرسنگان نتونیم از اون گیاه پیدا کنیم. پس باید هر طور که شده اونو به دست بیاریم. فعلا که هممون تشنه و خسته ایم. برای همین بهتره بریم یه استراحتی بکنیم. بعدش هم یه فکری به حال اون گیاه میکنیم. موافقم. خیلی خب بابا، اصلا هرچی تو بگی. اونا دارن میرن سیاه، باید یه کاری بکنیم. اشکالی نداره، بذار برن. وات؟ چی؟ بذاریم برن؟ بابا بذار استراحتی بوده بکنی. اونا به این گیاه احتیاج دارن، پس مطمئنم که خیلی زود بازم به اینجا بر میگردن. اون وقته که تو تله من میافتن. چه تله سیاه؟ عجله نکن، به موقعش میفهمی. ممنون چسبک، تو هم راهنمای خوبی هستی. خب آره، خودمون هم میتونستیم اینجا رو پیدا کنیم. تندک، اینجا چقدر قشنگ و آرومه. تو اینجا زندگی میکنی؟ پس اگه اشکالی نداره ما هم امشب اینجا استراحت کنیم. کجا بودی چسبک؟ دیگه داشتم نگران میشدم. اینا کیان؟ سلام، من لاکی هستم. اینام دوستای من تندر و تندک هستن. سلام. منم قرقر هستم، از آشناییتون خیلی خوشحالم. درسته، من دوست چسبکم، ما اینجا زندگی میکنیم. چقدر خوب، ما از راه دوری اومدیم و میخوایم امشب و اینجا استراحت کنیم. البته قبلا اجازهش هم از چسبک گرفتیم. این خیلی خوبه، شما تو هر وقت که بخواید میتونید اینجا ببونید. سپاسگزارم. راستی چسبک، از اون بار بدقواره چه خبر؟ اونو ندیدیش؟ چی داری میگی؟ نکنه یادت رفته چه جوری میخواست منو همینطوری درشته بخوره؟ تو هم مثل لاکی فراموشی داری ها؟ چسبک، شماها که آسیبی ندیدید؟ نه، خوشبختانه نتونست به ما آسیبی برسونه. پس اون هر روز این طرف هاست. بله. ببخشید، ولی چرا اینقدر اون مار براتون مهمه؟ اون مار زندگی منو نابود کرده. چه تو مگه؟ چند وقت پیش اون پدر و مادر نازنین منو کشت. چقدر وحشتناک. واقعا متاسفم. برای همین حالا من میخوام ازش انتقام بگیرم و اون مار بدجنس رو به سزای اولش برسونم. ولی آخه تو چجوری میتونی از اون مار وحشتناک انتقام بگیری؟ وقتش که برسه خودتون ببینید چطور نابودش میکنم. فقط ازتون میخوام فردا منو به محلی که اونو دیدین ببرین. باشه. خب دیگه، حتما شما خیلی گرسنه هستین. من میرم براتون یه مقدار غذا بیارم. تو هم بیا کمکم چسبک. بیچاره غرغور، چی سرگذشت غم‌انگیزی داشته. درسته، خیلی غم‌انگیز و ناراحت کننده است. حالا من موندم آخه این غرغور فردا چجوری میخواد از اون مار بزرگ انتقام بگیره؟ اصلا چرا از ما خواست تا جای ما رو بهش نشون بدیم؟
چسبکم که میتونه این کارو بکنه. من فکر میکنم چسبک نمیخواد که قورقور با مار رو در رو بشه. برای همینم بود که نمیخواست قورقور بدونه که مار این طرف هست. مگه نه چسبک؟ آخه چرا؟ خب معلومه، برای اینکه دوستی صدمه ای نبینه. پس ما هم نباید جای ما رو به قورقور نشون بدیم. کاملا درسته. تندک، تو هم متوجه شدی دیگه؟ باشه بابا، حالا چرا به من گیر میدیم؟ چیزی نیست تندک، فقط خواستیم ببینیم حواست جمع هست یا نه. مگه نه چسبک جان؟ کجایی پس چسبک؟ بیا دیگه. بهتری تو از خواب بیدار نشدی دست به کار بشیم. تندک، تو مطمئنی که از پسش برمیاد؟ آره آره، این نگران نباشیم. پس بریم. اگه نمیتونی مجبور نیستی انجامش بدی. نه، فقط یکم صبر کن. باشه، تو هم لازم نیست که به مار نگاه کنی، من حواسم بهش هست. تمام شد، بریم. آفرین تندک. سر جد وایسا بچه، وگر نه دیگه دوستتون نمیبینی. فکر کردی به همین راحتی همه چی حل شده ها؟ ولی من هنوز با تو کار دارم. حالا ببینم چی کار میکنی. تو خیلی بدذاتی. کارش نمیشه کرد، این چیزیه که خودتون خواستی. مثل این که نفهمیدی چی گفتم بچه. اگه بازم از جا تکون بخوری دخل این مارمولک کوچولو اومده. آخه به اون بیچاره چی کار داری سیا؟ اون هیچ ربطی به موضوع من و تو نداره. نگران نباش، اگه سر جات وایسی و بذاری مار یه نیش کوچولو بهت بزنه، منم کاری به رفیقتون ندارم. زود باش دخلشو بیار. کجا بری کوچولو؟ چی کار میکنی احمق؟ دایی باور کن من تقصیری نداشتم. اون جونور موزی دمشو گذاشت و فرار کرد. چسبک، پس دومه چی شد؟ چسبک تو میدونی که اینجا چه خبره؟ چی؟ قورقور داره خودشو باد میکنه،
یعنی اونقدر باد میشه که هم مار میترکم خودش. چه وحشتناک. تندر یه کاری بکن. فکر کنم بازم نقشه داره سیاه. باید منتظر بمونیم ببینیم چی میشه. چاره دیگه ای نداریم. چقدر خفنه. بودو تندر بودو. آفرین تندر، آفرین، آفرین، آفرین. تندر جون فکر اینجاشو دیگه نکرده بودم. دیگه کارتون تمومه جون برای مزاحم. ای بابا این دیگه کجا پیدا شد آخه؟ میگیرم از این حق خوشت نمیاد سیا، برای مثل اینکه باید فرار کنیم. باشه بریم. صبر کنی منو تنها نذاری. صبر کنی منم بیام. کمک. به خاطر دردسرایی که براتون به وجود آوردم از همتون عذرخواهی میکنم. راستش تمام فکر و ذهن من انتقام از اون مار بود و به هیچ چیز دیگه ای توجه نداشتم. اگه شما نبودی. فکرشو نکن قورقور. راستش احترام و اهمیتی که تو برای خانوادت قائلی خیلی برام ارزشمنده، ولی نباید یادمون بره که چیزایی با ارزش دیگه ای هم تو زندگی وجود داره. درسته. میدونی قورقور، انتقام میتونه چشمای ما رو کور کنه و باعث بشه تو چیزای خوب دیگه ای رو که در اطرافمون هست نبینی. تو دوستایی داری که براشون خیلی مهمی و دوست ندارن که آسیبی بهت برسه. بله، منم اصلا متوجه نبودم که دارم چه آسیب بزرگی به خودم و اطرافیانم میذارم. ممنونم که کمکم کردی و باعث شدی چشما باز بشه. البته تو هم روش خیلی خفنی برای دفاع از خودت داری. من که اصلا فکرشو نمی‌کردم اینجوری بتونی با اون مار بدجنس در بیافتی. مگه نه تندر؟ درسته. منم فکر نمی‌کنم که چیفونی دلش بخواد تو رو بخوره و بعدش هم بهتره که. کجا بودی چسبک جون؟ من دیگه داشتم فکر می‌کردم برای خداحافظی از ما نمیای. این ماره منه؟ ممنون، این خیلی قشنگه. ببینم، پس ما چی؟ باشه بابا، قبوله. برای چسبک واقعا دوست خیلی خوبیه، قدرشو بدون. درسته، اون خیلی به فکر توه. بله میدونم، من تو این مدت خیلی اونو تو زحمت انداختم، حتما جبران میکنم. نگاه کن چسبک، دومت داره در میاد. اینم ترفند چسبکه، دوم اون هر بار که کنده بشه بازم رشد میکنه، برای همین هر وقت که لازم باشه چسبک دومش رو جدا میکنه و خودش رو نجات میده. عجب روشی داری پسر، تو هم خیلی کلکی. ها.